سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدیم به برنامه آنتن. به تهیه کننده سامان اربابی که اونجا تو اتاق فرمان مشغوله و بقیه بچه تیم آنتن که اینجا مشغولن. در برنامه این هفته، آزاد شدن 63% از ظرفیت سعید جلیلی در بیانات رهبری، مهندسی نظرسنجی ریاست جمهوری، مسیح علی نجات به سراغ ستاد دکتر جلیلی میرود و این هم بخش خبری برنامه آنتن. تدریس سازهای جهانی در دانشگاه‌های ایران ممنوع شد. مرحله بعدی تدریس و دانشگاه و ایران هم ممنوع میشه تا انقلاب فرهنگی کلن به ثمر بشیم. احمد خاتمی گفت الغای وجود استبداد در ایران خواسته دشمن است. الغاش کار دشمن آقا خاتمی. خودش که محصول داخله. تازه از این لحاظ به خودکفایی رسیدیم، داریم به کشوری مثل سوریه صادر هم میکنیم. مهندس قرضی اعلام کرد تایید صلاحیت شدن من امری خدایی بود. دعای طنزنویسا و دوستدارای برنامه کمدی هم بی تاثیر نبود. آ مهندس، سخنرانی دکتر ولایتی در اسلامشهر به خاطر ضعف جسمانی و بیماری قلبی لغو شد. تحویل بگیر آقای شورای نگهبان. معاون ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد با نامزدهایی که سیاه نمایی کردن بعد از انتخابات برخورد خواهیم کرد. حماسه سیاسی قسمت دوم، خشم اژدها. گری کاسپاروف قهرمان شطرنج نامدار روسیه کمپینی برای انتخابات آزاد در ایران راه اندازی کرد و به دین سان مثال قهرمان شطرنج و بازی با گوریل به واقعیت می‌پیوند. رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد با پزشکانی که داروی خارجی زیاد تجویز کنند برخورد غذایی خواهد شد. به زودی پزشکا فقط حق دارن تو نسخه‌هاشون از گلگاو زبون، استوقدوس، بال مورچه نر، دم موش، خاکشیر رو شیر بز استفاده کنن. و دست آخر این که تیم ملی ایران با 4 گل تیم لبنان رو در هم کوبید تا به برزیل نزدیکتر شود. و توی دروازه استالین گفته اونایی که رأی میدن هیچ تصمیمی نمیگیرن، اونایی که رأی‌ها رو میشمرن اونا همه تصمیم‌ها رو میگیرن. البته استالین رهبر فرزانه یه حکومت دیکتاتوری دیگه بود و خب خیلی فرق داره با یه رهبر فرزانه دیگه. کاری نداریم. داستان اینه که کارشناسان بر این باورن که نظرسنجی خودش یه قسمت از پروژه مهندسی انتخاباته. یعنی مهندسین انتخابات با این آمار و نمودارا قبل از انتخابات نظر شما رو به نظر بعضی‌ها نزدیک‌تر همچین میسنجونن. تو بعدش که رأی رو شمردن شوکه نشین. خوشبختانه این فنی بدل هم داره، یعنی همه کاندیدا و جریان‌های دیگه هم بساط نظرسنجی رو می‌ذارن، جنگ روانی و اینا، خلاصه شورشو در میارن. این چند روزم شاهد نظرسنجی‌های زیادی با نتایج متضادی بودیم. توی نظرسنجی جلیلی نفر اول بود، نفر آخر حداد عادل. توی یکی دیگه دقیقاً برعکس، روحانی اول بود و نفر آخر بازم حداد عادل. البته به خاطر همین نظرسنجی آقای حداد عادل نهایتاً از احساس تکلیفشون کنار کشیدن. بگذاریم. این وسط رادیو تلویزیون خصوصی زرقامی نقش اصلی رو در درست سنجونده شدن نظرها بازی می‌کنه. در برنامه‌ای که روی تشک کشتی صدا و سیما ضبط شده بود، مجری با کفش‌های کتانی در مورد تب نظرسنجی‌ها مفصل صحبت کرد. البته شاید خودتون بپرسید اعلام نظرسنجی از رسانه ملی که تابلوترین نوع حمایته. با توجه به اینکه اعلام نتایج نظرسنجی از رسانه ملی ممکنه شایبه فضاسازی و حمایت از نامزد یا نامزدهای خاصی رو به همراه بیاره، طبیعتاً ما نمیتونیم نتایج نظرسنجی‌ها رو اعلام کنیم. یعنی واقعاً نمی‌خوای نتیجه نظرسنجی رو اعلام کنی؟ حالا یک کم هم که شده فقط یک کم. فقط برای اینکه در یک فضای کلی قرار بگیرید، نتایج نظرسنجی 3 سازمان مختلف رو بدون اینکه اسم نامزدها رو ببرم براتون میخونم. بدون اینکه اسم نامزده رو ببره با تلپاتی نتیجه نظرسنجی رو به ما اعلام میکنه. گوش کنیم به نتیجه یکی از این نظرسنجی ها. در یک نظرسنجی که در روزهای اخیر در سراسر کشور انجام شده، نفر اول 21%، نفر دوم 12.7%،
نفر سوم 11.8%، نفر چهارم 10.9%، نفر پنجم 7.9%، نفر ششم 6.5%، نفر هفتم 5.7%، و نفر هشتم 2%. اون نفر آخری رو همه میدونن حداد عادله، ولی واقعا یعنی نمیخوای اسم آدم رو بدی؟ آخه من با نظرسنجی بدون اسم چیکار کنم؟ نکنه نظرسنجی قبل از ثبت نام کاندیدا بوده، هنوز اسمو معلوم نبوده. آقا شما به کی رای میدید؟ نفر اول یا نفر سوم؟ آ نفر دوم 40%. گفتی 3 تا سازمان نظرسنجی کردن. امیدوارم یادشون نرفته باشه اسم کاندیدا رو بپرسن در نظرسنجی دوم. نظرسنجی دومی که یه سازمان دیگه در سراسر کشور انجام داده، دارای نتایج کمی تا قسمتی متفاوته. رتبه برخی نامزدها هم در اون تغییر کرده. به هر حال نتایج این نظرسنجی از این قراره: نفر اول 23.7%، نفر دوم 10.9%، نفر سوم 10.8%، نفر چهارم 10.4%، نفر پنجم 7.6%، نفر ششم 6.2%، نفر هفتم 4.4%، و نفر هشتم 1.6%. اون 1.6 حداد عادله میدونیم، ولی اسم بقیه رو نمیگی نامصب؟ اقلا یه نشونی بده. میگفتی اون یارو گازنبوری اینقدر درصد، اون یارو که ریشه کاپیتان هادوکی داره اینقدر درصد، اون یارو که تو بچگی اتو گذاشتن رو پیشونش اینقدر درصد. هیچ چیز به درد بخوری نمیگه، هی میگی در نظرسنجی اول، در نظرسنجی دوم. در نظرسنجی سوم که یه سازمان دیگه اونو انجام داده، در اون هم رتبه برخی از نامزدها جابجا شده. نتیجه ها جابجا شده واقعا. یه حسی تایید دارم، نه اینکه خدای نکرده به صدا سیما اطمینان نداشته باشم، نه نه، فقط یه حسی بهم میگه شما نیومدی اینجا که نتیجه مؤسسایی که اسمشون معلوم نیست در مورد کاندیداهایی که اسمشون رو نمیگی برای ما تعریف کنی. شما یه چیز دیگه میخوای بگی در مورد این نظرسنجی ها؟ اونو بگو. این نظرسنجی ها از لحاظ جغرافیایی معمولا در سه حوزه مشخص صورت میگیره: تهران، شهرهای بزرگ، شهرها کوچک و روستا، که هر کدوم از این نظرسنجی ها فقط در حوزه خودش اعتبار داره. یعنی از لحاظ علمی نمیشه نتایج تهران رو به سراسر کشور تضمین داد و یا بالعکس. و بالعکس از لحاظ علمی نمیشه تضمین داد. نظرسنجی کشف باد هوا. یعنی اگه فردا یه نفر که تو نظرسنجی ها عقب تر بوده اسمش از صندوق در اومد، به خاطر این لحاظ جغرافیایی بوده که فقط در سه حوزه مشخص شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها و تهرانه. یه جایی هست که تو نتیجه انتخابات تأثیر داره که تو نظرسنجی علمی ملحوظ نمیشه، یه جایی مثل کشوی میز آقای جنتی. البته تعریف نظرسنجی علمی در همه دنیا که با تقریبا 4-5% نظرسنجی درست عذاب در میاد، با تعریف علمی در صدا و سیما فرق داره. آقا ردیف بالا رای میارن به نظرتون یا ردیف پایین؟ اگه برای تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری احتیاج به مهندسی اون هست، برای تعیین نتیجه نظرسنجی دیپلم گوبلندوزی هم مثل اینکه کافیه. در واقع حرف استالین در مورد انتخابات رو میشه به نظرسنجی هم تعمیم داد. اونایی که نظر میدن هیچ چیزی رو تعیین نمیکنن، اونایی که نظر رو میسنجونن هستن که بعداً رأیارم. تمام آحاد جامعه و ظرفیت‌های فرهنگی اون ظرفیت خودشون رو استفاده کنن، همه ظرفیت‌ها رو به کار بگیرن. چه میزان از ظرفیت‌های جامعه هستن الان در شهرستان‌های ما، در نقاط مختلف ما که اصلا امکان همچین ظرفیتی رو ندارن؟ چند درصد از این رسانه‌ها در اختیار چه ظرفیتی از جامعه است؟ تمام جامعه رو باید استفاده کنیم اون ظرفیتش شکوفا بشه. یه جوان 25 ساله تو بشه، خب این ظرفیت باید آزاد بشه، باید بهش بها بدیم، ظرفیت ایجاد کنیم که این بتواند برود. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. اما صدا و سیما برای تزریق نشاط به انتخابات کلن این چند هفته سنگ تموم گذاشت. از ادای گزارشگرای بی بی سی رو در آوردن تا برگزاری مسابقه آکادمی احمدی نژاد پشت وانت. من عمرن رئیس جمهور نمیشم چون لیاقت این ملت رو ندارم. کسی که داشته باشه باید بیاد. یعنی چی آخه؟ چه کاری صدا سیما میکنه؟ این کاری که صدا و سیما کرد مردم رو در جریان افکار و آراء و نظرات و نگاه های نامزدها به صورت روبرو قرار داد. این خیلی کار به نظر من مفید و با ارزشی بود. کار با ارزشیه از طرف تلویزیونی که با خرج مردم اداره میشه و 30 ساله دست یک گرایش خاصه. نه برای یک گرایش خاص، برای 8 گرایش
آقایان 8 نفر بودن اون روز، 8 جور نسبت به مسائل کشور حرف زدن، تحلیل های گوناگون، نظرات گوناگون. البته مطمئن نیستم لطیفه های آقای قرضی رو بشه به عنوان گرایش و تحلیل شمرد، شاید با حرف های آقای حیدری شده 8 تا، ولی واقعا آقای خامنه ای فکر میکنه در این مسابقه عجیب ترین مردان جهان که از تلویزیون پخش شد چند درصد از جریان های فکری و سیاسی کشور حضور داشته؟ جریان های فکری و سیاسی کشور به طور کامل در این مناظرات حضور داشتن. همه جریان های سیاسی حضور داشتن، همه، یعنی برای هر سلیقه‌ای یک کاندیدا حداقل است، ورزشی، ارزشی، نرمشی. مثل این رستورانای سرخندان که هم زرش پلو داره، هم کوک دو وان، هم پیتزا، هم جیگر، هم منوی گیاهخواری. خلاصه در این نظام برای همه یک کاندیدا هست. قاعدتا کسی بهانه‌ای نداره از انتخابات حمایت نکنه دیگه. ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. بعضی ها نخوان از نظام حمایت کنن. آقای خامنه‌ای برای اولین بار اعتراف کردن در این محدوده گربه شکل جغرافیایی یه موجوداتی هم هستن که حالا به هر دلیلی به دیکتاتوری آلرژی دارن، عقلشون نمیسه، قد نمیدونن، زندان شدن، اموالشون رو گرفتن، خانواده‌شون رو کشتن، شکنجه شدن، حالا هر کاری، به هر دلیلی نمیخوان نظام حمایت کنن. این موجوداتی که نامرئی هستن و 4 سال یه بار فقط دیده میشن هم باید بیان رأی بدن. اونا هم حتی آزادن در این روزا که بیان حرف بزنن. دیدن اینجور راحت آزاد میان حرف میزنن، به یکی حمله میکنن، از یکی دفاع میکنن. البته در این مورد خاص بیشتر حمله میکردن، با باتوم حمله میکنن، با گله حمله میکنن، با وانه در رو مردم رد میشن. اونام که حرف میزنن آزادن، یا برن تو حبس یا برن تو حصر. به هر حال آقای خامنه این دفعه اجازه دادن کاندیداها اقلا گرایش ها و حرفای خودشونو بدون ترس از عواقب، بدون ترس از خشم ایشون توی مناظره بیان کنن. در زمینه مسائلی که اون آقایون گفتن بنده مطالبی دارم، وقتش حالا نیست، انشاءالله بعد از انتخابات اگر من زنده بودم حقایقی رو عرض خواهم کرد. اوه اوه اوه، خدا به آقای ولایتی رحم کنه، فکر کنم الان داره توی درمونگای جای دنبال کار میگرد. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. حکم حکومتی هفته، این تصویر از صدا سیماست. آقای زرقامی باید شخصاً با پرگار و گونیا و نقاله یه هیزلی سوچی ترسیم کنه تا مشارکت در انتخابات بیشتر شه. ما ببینیم چه شکلی. این صدای تق تق رو میشنوی؟ این دندونای فیثاغورسه که تنش تو قبر داره میلرزه. حکم حکومتی دادالله دادالهی که اسمش رو از تو بازی اسفامیل انتخاب کرده احتمالاً، در برنامه انتخاباتی خودش برای شورای شهر سراوان گفته برای هر شهروندی 4 زن و غیره و 40 فرزند برای یارانه. 4 زن برای شهروندان رو ما کاری نداریم، از کجا میاره، حتما خودش کارش بلده. ولی و غیره چی؟ مثلا 4 زن برای شهروندان و غیره، یعنی برای غیر شهروندان هم 4 زن، یا 4 زن به علاوه چیزای غیره برای شهروندان. این تکلیف ما روشن کن. از دیگر شعارهای تبلیغاتی ایشون اینه، جدی ها، واقعا جدی گفته، با همه ادارات هماهنگ شود و از نظر سیاست سیاستمدار باشد که گول نخورد و متضرر نگردد. دو سه صفحه است، بریم بخونیم. حکم حکومتی، اگه آقای قرضی رئیس جمهور شدن باید به نفع آقای دادالله دادالهی انصراف بدن. کلا رئیس جمهور نشدن باید انصراف بدن. حکم حکومتی، آقای احمدی نژاد باید حاله نورشو بذاره از الان شارژ شه برای رئیس جمهور بعدی که 2-3 ماه دیگه واسه بیاد نیویورک. سازمان ملل حاله رو احتیاج داره. حکم حکومتی، آقای جلیلی باید استشهاد محلی برای خواستگاری از خانم اشتون رو به انگلیسی هم ترجمه کنه که 5 به علاوه یکم بفهمن اقلا شیربها و مهریه چقدره. برای ترجمه انگلیسی هم میتونید از آقای علی آبادی یا ببعی کلاه قرمزی فرق نداره، یکیشون کمک بگیرید. This include persistently high level of unemployment, the sovereign debt crisis in major OECD countries. Excellent, perfect. حکم حکومتی، اگه بعد 4 سال دارین نتایج رأی‌گیری انتخابات در خارج کشور رو منتشر میکنید، آقای وزارت کشور اقلا یه جمع بزنید تا این تقلبا اینقدر تابلو نباشه. 4 سال وقت داشتین بشینید مهندسیتون درست کنید، بازم آخرش 51 به علاوه 12 به علاوه 2 میشه 61. حکم حکومتی، وزارت کشور حق نداره کلاس بذاره از واژه مهندسی انتخابات استفاده کنه. همون پنچرگیری انتخابات،
حدیث روغنی انتخابات، یه چیز دیگه بزنیم. حکم حکومتی، کاندیداها باید برای محافظت از مردم در مقابل محافظای خودشون یه سری محافظ استخدام کنن تا جلوی گاز گرفته شدن مردم توسط محافظای خودشون رو بگیرن. آقای قالیباف کلن تو کار گازنبوری و گاز گرفتن اینا. البته کمیته حقیقت‌یاب آنتن با ستاد سردار قالیباف تماس گرفتن، اونام تکذیب کردن که ایشون محافظ آقای قالیبافه، مثل که ایشون مشاور آقای قالیبافه و در کابینه آینده آقای قالیباف به عنوان سفیر صلح قراره بره سازمان بده. دوستان به این شماره که این زیر می‌بینید زنگ بزنید، یه دقیقه وقت دارین برای ما یه ماجرای خبر، یه چیز واقعی، سوژه چیزی تعریف کنین. اولش به انگلیسی یارو یه چیزایی میگه، گوش نکنین، نترسین، ما هر کاری کردیم نتونستیم یارو خفش کنیم. منتظر تماسا و خبرای شما هستیم. این قسمت برنامه قبل از روز جمعه ضبط شده. با ما باشه یه نیم ساعت دیگه هم برنامه داریم که به صورت زنده بعد همین قسمت پخش میکنیم. قبل از اینکه بریم به اون بخش یه سری بزنیم به اتاق فرمان. سامان تو چی داری برامون؟ آرش کلاً این هفته خیلی عجیب غریب بود و نشون میده که هنوز که 4 سال از انتخابات قبلی گذشته، هنوز نه فقط ایرانی‌ها ولی کل دنیا به فکر ایران هستن. میریم سراغ یه گزارشی که قرار بود فقط یه گزارش ساده باشه و تبدیل شد به یه چیزای خیلی خیلی گنده‌تر. نوامبر 2005 هستش. خیابان‌های پاریس دارن می‌سوزن. استریت آرتیستی به اسم جی آر که تا حالا در دیوارهای پاریس رو با اسپری رنگ می‌زد، برای اولین بار یک فرصت جدیدی پیدا می‌کنه. با یه لنز 28 میلیمتری میره منطقه‌های خراب پاریس. میره تو همون منطقه‌هایی که شلوغی‌های فرانسه شروع شده. به قول خودش این آدما رو خوب می‌شناسه. فرشته نیستن، ولی هیولام نیستن. جی آر شروع می‌کنه از صورتشون عکس انداختن. عکسایی که خود این آدما ادای کاریکاتورهای هیولا از خودشون در میارن. بعد شروع میکنه به چسبوندن اون عکس ها تو منطقه های سوسولی پاریس، یا به قول خودش جاهای بوجوا، همون جایی که مردمش فکر میکردن اون آدما هیولا هستن. همون موقع بود که جی آر قدرت کاغذ و چسب رو پیدا کرد. متوجه شد که اگر میتونه ترک های اجتماع خودش رو نشون بده، همین کارو در همه جای دنیا میتونه تکرار کنه. جی آر رفت اسرائیل، عکس‌های یهودی‌ها، مسلمان‌ها و مسیحی‌ها رو کنار هم در دو طرف دیوار چسبوند. مردم نفهمیدن کی کیه. جی آر مذهب رو از چهره انسان‌ها حذف کرد و اون وقت بود که همه انسان‌ها مساوی بودن. همه فقط انسان بودن. جی آر پروژه‌ش رو بین‌المللی کرد. رفت همه جای دنیا. نمی‌دونست که این کار چه چیزایی رو آشکار و چه کسایی رو تحریک می‌کنه. این پروژه باعث شد که توی ذهن جی آر یک آرزو متولد بشه. آرزوش این بود که کل مردم دنیا سر جاشون بیستن و با اون چیزی که در قلبشون بهش باور دارن توی یک پروژه هنری بین المللی همکاری کنن تا هممون با هم دنیا رو وارونه کنیم. اینساید اوت یا همون وارونه فارسی خودمون یک پروژه‌ای هستش که هر کسی از راه دور میتونه توش شرکت کنه. شرکت کننده ها تو سایت insideoutproject.net میرن، در صفحه participate کلیک میکنند، create new account، submit، group action و بعد اونجا شهر و کشور و تاریخ و تعداد عکس ها رو مینویسند. عکس ها رو آپلود میکنن و جی آر مجانی براتون که در ایران هستید میفرسته. خارج از ایران میتونین همین کار هم انجام بدید، ولی اگر دوست داشتید میتونید یه مبلغ کمی هم بدید که کمکی بشه به کسانی که نمیتونن پول چاپ و پست خودشونو بدن. کلاً این پروژه قانون خاصی نداره، فقط شعار، لوگو یا پیغام‌های اهانت آمیز نمیتونه داشته باشه. شما میتونید این عکس رو روی دیوار خونه خودتون آویزون کنید یا روی دیواری در خیابان. تصمیم با شماست. این یک حرکت مردمی هستش که به هیچ سیاستی ربطی نداره. حرکتی است که در تونس به جای عکس بن علی مردم عکس‌های خودشون رو به دیوار چسبوندند. حرکتی است که ظرفیت کشورها رو آزمایش می‌کنه. حرکتی که در بعضی از کشورها به عنوان هنر دیده میشه و در بعضی به عنوان جرم.
حرکتی است که به اونهایی که صداشون خفه شده هویت میده. در روسیه همجنسگراها رو مثل بقیه انسانهای دنیا نرمال نشون داد. در آفریقا رنج و بیگناهی یتیمهایی که ایدز دارن رو به دنیا نشون داد. در هیتی زلزله زدگان رو امیدوار کرد. در برزیل حقوق زنان رو مطرح کرد. انسایدر پروژه‌ای بود که اول جیار با یک دوست شروع کرد، بعد شدن دو سه تا، بعد تبدیل شد به همکاری یک محل، دهات و شهر. انسایدر پروژه ایست که معلوم نیست کی میخواد تموم بشه و به کجاها بره. جیار پروژه رو فقط برای یک سال میخواست انجام بده، ولی الان چند سال گذشته و این پروژه هنوز داره بزرگتر میشه. بیشتر از 135 هزار عکس در 10 هزار جای مختلف دنیا و بیشتر از 110 کشور در این پروژه شرکت کرد. This guy in Iran doing it because exactly. of complete opposite reason. وقتی که جی آر داشت نشون میداد از کجاهای دنیا مردم با این پروژه همکاری داشتن، تعجب کردم که ایران هنوز جاش خالی است. کلا در این چند سال فقط یک نفر عکسشو که تازه در اون چهرهشو پوشونده بود که شناسایی نشه به انسایدر فرستاده بود که روی یک دیواری در تهران چسبونده بود. طبق معمول اونم یکی از دخترهای شجاعی ایرانی بود. راستش این داستان که تو کل دنیا ایران هنوز در این پروژه به این باحالی شرکت نکرده منو یکم تحریک کرد. گفتم حتما خبرش به گوشتون نرسیده. با کل تیم آنتن تصمیم گرفتیم که با کل پروژه انسایدر آشناتر بشین، یه نمونه خودمون برای ایران درست کنیم که نشون بده ایران هنوز روی نقشه زنده است. چند شب بعد از این مصاحبه یه مهمونی اومد خونه جیار که ایرانی ها رو سورپرایز کنه و از بالا پشتبون اون ساختمون برای ایرانی ها یک پیغام خاصی داشت. بانو از گروه یوتو. Greetings from New York City to the good people of Iran, noisy New York. Then you take care free. All the best from the Republic of Iran. Can you hear us? Iran. Radio Tehran. All who love freedom and all who don't. We're speaking to you. Can you hear us? Can you hear us? Sunday Bloody Sunday, which was written about troubles in Ireland. Yeah. But that song means a lot to people in conflict zones. Yeah. So in Iran, we had people saying to us, look, those messages of love that you sent out were important. Could you do it before the elections? Can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away. How long must we sing this song?
I just remember being in 10 Cedar Wood Road, where I grew up, a little box room. I remember looking out a window and having Bob Dylan whisper in my ear, words of descent. John Lennon whisper in my ear, words of descent. Bob Marley. And these songs, I don't know if you'd call them protest songs. These are songs that just told you that the world was more malleable than you think, and that it could be changed, it could be kicked into shape or kissed into shape, but it could be changed. Things did not have to be as things were. And that's, for me, I suppose, the central message of all protest music. Our message to the good people of Iran: come, come, whoever you are. Wonder, worshipper, lover of leaving, it doesn't matter. Ours is not a caravan of despair. Come, even if you've broken your vow 1,000 times. Come, yet again. Come, come, come out and vote. They're your lyrics. You wrote them. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. مرسی که این 30 دقیقه با ما بودین در برنامه آنتن این هفته. موقع انتخابات خیلی شلوغ پلوغه، ما برنامه‌مون هنوز ادامه داره. 30 دقیقه آینده رو زنده میایم پیشتون با موجه برنامه آرش صبحانی و مسیح علی نژاد. فقط قبل از اینکه خدافظی بکنم، می‌خواستم تشکر کنم از تمام کل تیم آنتن که هنوز دارن کار میکنن و جی آر و بانا و خیلی های دیگه که این هفته کلا خیلی به ما حال دادن و نشون دادن که هنوز ایرانی ها تنها نیستیم و کل دنیا هنوز در امیدوارن که ایران یه روزی آزاد باشه. همین چند لحظه دیگه میایم پیشتون. این فیسبوک برنامه است و خیلی ممنون که این 30 دقیقه با ما بودین. دوباره میایم پیشتون. شب بخیر.